احترام و عرض ارادت خدمت یکایک بینندگان برنامه بازشناسی باورها در روز سه‌شنبه 29 خرداد برابر با 18 ماه جون یا جوان در خدمت شما هستیم. 23 برنامه از تحلیل تاریخ زندگانی علی بن ابی طالب رو خدمت شما ارائه می‌کنیم. در این میانه هدف شناخت یک سیستم حکومتی است که مشروعیت خودش رو از قبل یک سنت تاریخی اسلامی و شیعی به وام گرفته و تئولوگ‌ها و ایدئولوگ‌های این رژیم سعی کردند یک جامعه آرمانی رو به مردمی وعده بدن که چه بسا باور و عقاید خودشون رو هم نمی‌شناختن. بنابراین طبیعی است آن حکومت علوی آرمانی رو هم نشناسن و هنوز هم بعضن خیلی ها سعی میکنن رفتارهای این رژیم رو جدا و متمایز از حکومت علوی نشان بدن و فضا رو به سمتی ببرن که شاید این افراد هستند که نمیتوانند حکومت خدا، الله، پیامبر و علی رو اجرا بکنن. بنابراین باید گشت به دنبال افراد صاحب صلاحیت که توانایی رو داشته باشند که جامعه و حکومت علوی رو مستقر بکنه. در واقع ما هنوز هم درگیر این پدیده ها هستیم. نیاز به بازشناسی چنین باورهایی برای یک انقلاب فکری و در نتیجه یک انقلاب ساختاری و عملی ضروری است. تا ما نتوانیم تغییر در ذهن خودمون بدیم، قدرت داوری از وضعیت نامناسب فعلی و گذار به وضعیت مناسب آینده و بعدی رو نخواهیم داشت. به همین دلیل ممکنه این تحلیل یا بازشناسی باورها مورد پسند خیلی ها نباشه که دوست ندارن عقایدشون به چالش کشیده بشه و در واقع در اون خواب آرامی که دین به عنوان یک توهم، آنگونه که فروید میگه، برای اونها کارویژه های خاصی داشته، ناراضی اونها رو نگه داره. ولی مجبوریم برای پرورش نسل آینده یک بار هم که شده به این باورها با دیده نقد و بررسی بر اساس اسناد مکتوب خود مورد اتفاق مسلمانان و کسانی که اینها رو نوشتن و در اختیار ما قرار دادن به این پدیده نگاه. هفته گذشته در روز پنجشنبه که به مبحثی در حوزه ایدئولوژی برای شناخت رفتار رژیم جمهوری اسلامی پرداختیم، به یک نکته اشاره کردم و در اونجا توضیحاتی دادم. بعد نیست از همان دریچه وارد بشیم و بحث امروزمون را هم از همون دریچه پیگیری بکنیم و آن سیاسی شدن یک امر عادی است. من عرض کردم شما در درون یک جامعه ای ممکن یک پدیده خیلی عادی باشه، یک پدیده روزمره است، به عنوان یک امر شخصی لحاظ میشه، مثل پوشش. اما در جوامعی همین پوشش که یک امری عادی است تبدیل به یک امر سیاسی میشه. یعنی ظرفیت و توانایی این رو داره که تبدیل بشه به یک امر سیاسی و آن زمانی است که یک رژیم بسته به سیاستگذاری ها یا یک ایدئولوژی سعی کنه نظارت خودش رو بر روی پوشش اعمال کنه. شما برگردید به دوران گذشته، زمانی که مسئله کشف حجاب در ایران یکی از راه های توسعه در نظر گرفته می شود که البته غلط هم بود، چون توسعه ربطی به این نداره که شما لباس مردم رو به زور تغییر بدید، هرچند ذهن اونها تغییر نکنه. این کار با زور انجام گرفت. یعنی رضا شاه احساس کرد که باید از طریق دستگاه های مختلفی که در اختیار داره به زور لباس از تن زنان در بیاره، یک پوشش خاصی بده، یا مردان یک کلاه خاصی بر سر بذارن. و خب این اشتباه بود، چون در توسعه به شکل آمرانه چیزی محقق نمیشه، بلکه چه بسا مردم بعد از آن گذار دوباره برمیگردن به همان سبک قبلی، چون هنوز انقلاب فکری رخ نداده. همین هم رخ داد، یعنی بعد از رفتن رضا شاه شما دیدید بلافاصله اندک فضایی که باز شد، مساجد احیا شد، حجاب دوباره بازگشت
چون کار توسعه کار عمیق فکری است و بعد در ساختارها خودشون نشان. اما مقصودم این نیست. مقصودم اینه که وقتی مسئله مثل پوشش از طریق دستور آمرانه به یک امر سیاسی تبدیل میشه، یعنی حاکم احساس میکنه که باید مردم این روش رو انتخاب بکنن، این طریقه رو انتخاب بکنن، گروه های دیگری که از این نوع رفتار متضرر میشن سعی میکنن به مخالفت. یعنی برگردیم در برابر اون دستوری که رژیم میده مقاومت بکنیم، بی‌اعتنایی بکنیم به اون. رژیم پهلوی بر روی ایدئولوژی توتالیتر بنا نشده، احساس میکرد که این راه برای توسعه مناسبه، اون رو انجام میداد. هرچند این احساس اشتباه بود چون الزامات توسعه رو نداشت، اما آنها سعی میکردن که به این سمت برن. در جمهوری اسلامی داستان که این متفاوته، چون در جمهوری اسلامی رژیم بر روی ایدئولوژی بنا شد و مسئله پوشش یکی از مبانی و ضروریات این ایدئولوژی شناخته میشه. برای همین چه در گذشته که هنوز قدرتی وجود نداشت سعی میشد از طریق مراکز دینی به زنان این حالا بگیم ارزش، آموزش، هنجار تزریق بشه که شما با داشتن حجاب دارای یک عفتی میشید، مورد پسند خدا، در نتیجه پاداششون رو هم خواهید گرفت. حالا که صاحب ساختار حکومتی شدن طبیعیه که سعی کنن اینها رو در قوانین بگنجونن، از اجرای اون حفظ و حراست بکنن، اونها رو به بهترین شکلی از منظر خودشون اجرا بکنن. در نتیجه شما میبینید یک امر بسیار سادهی مثل حجاب یا پوشش آزاد تبدیل میشه به یک امر سیاسی. و خیلی عجیبه که من بعضا میشنوم بعضی از این فعالین حقوق بشری در غرب در دام همین تبلیغات میفتن. یعنی وقتی عده‌ای از فعالین حقوق زنان صحبت از این میکنن که حجاب یک پوششی است اجباری برای زنان، عده‌ای خیلی راحت برمیگردن میگن نه، این انتخابه، این یک سبک پوششه. یعنی به این شکل جا انداختن که گویی حجاب یک سبک پوششه، در حالی که فراموش میکنن این حجاب امر سیاسی است. زنانی که در درون جامعه اسلامی به واسطه تزریق اون ایدئولوژی در درون فرهنگ این پوشش برای اونها برگزیده شده، اختیاری نبوده. شما اگر به 300 سال قبل برید، 400 سال قبل برید، همین وضعیت هست. تا اینکه امروز شما میبینید دستگاه‌ها به شکلی دارن اون رو تبلیغ میکنن. در جهان غرب چون پوشش یک مسئله کاملا عادی و مربوط به سلیقه افراده، فکر میکنن که خب این بانویی هم که حجاب بر سرش گذاشته این پوشش رو انتخاب کرد. اما ریشهش برمیگرده به نوعی اجبار، ترس از عذاب اخروی یا به نوعی اون ارزش‌ها و هنجارهایی که چه بسا مسلمانان مهاجر هم با اون روبرون. یعنی پدر در درون خانه و خانواده دختر رو مجبور میکنه، حالا نه با ضرب و شتم، اما مجبورش میکنه که این حجاب رو داشته باشی بهتره. این جوانان غربی اینطوری هستن که با دیدن موهای تو ممکنه یک جور دیگری بشود. برای همین این امر کاملا عادی در جهان غرب در جهان اسلام یک پدیده سیاسی است. اینجا مشکل بزرگی است که شما میبینید برخی از این نخست وزیران زن در کشورهای غربی وقتی به مساجد یا به جایی میرن اون پوشش رو بر سرشون میذارن و خیلی هم انتقاد میکنن که آقا این پوششی که شما بر سرت میذاری یک پوشش تحمیلی است، سبک زندگی اختیاری نیست. به نحوی آنقدر بر ذهن مردم تأثیر گذاشته که اونها از ترس خدا یا هر چیز دیگری اون حجاب رو برتن. بنابراین بسیاری از پدیده‌های ساده میتونه تبدیل بشه به یک امر سیاسی، یعنی ظرفیت و توانایی در اونها وجود داشته باشه. حالا این مطلب رو داخل پرانتز هم عرض بکنم، ما برای ساخت نیروی انقلابی هم نیاز به سیاسی کردن پدیده ها داریم.
در حالی که استبداد سعی میکنه پدیده ها رو سیاسی جلوه نده، یعنی از طریق سیاست اقدام میکنه اما به شما نمیگه که اینا تصمیماتی است که برای امر سیاسی من مفیده. این نیروهای انقلابی هستند که باید مردم رو متذکر باشن که اگر میبینید یک پدیده‌ای وجود داره که رژیم داره ازش استفاده میکنه به عنوان یک امر سیاسی، شما هم باید از طریق سیاسی با او برخورد بکنید. یعنی انفعال شما از سطح جامعه مشکل رو حل نمیکنه. باید اقدام کنید برای اینکه این پدیده در امر سیاسی خودش رو نشان بده و بالاترین درجه تغییر در سیاست هم تغییر دولت هاست. مسئله محیط زیست فقط ربط به محیط زیست نداره، ممکن یه پدیده سیاسی باشه. نیاز به بالاترین سطح از اقدام سیاسی در درون جوامع شکل میگیره. فقط نوشتن 4 تا روزنامه نگار که آب دریا یا آب دریاچه‌ای خشک شد یا آب رودخانه‌ای از بین رفت برای ما کافی نیست. زاینده رود خشک میشه، هیچ کس حرفی نمیزنه به غیر از یکی 2 تا روزنامه نگار. دریاچه ارومیه خشک میشه به غیر از 4 نفر معترض، کسی دیگه ای نیست، چون پدیده سیاسی نشد برای ما. سیاست غلط رژیم سبب شده که در کشور این وضعیت باشه. یا مثلا آلودگی هوای تهران رو شما در نظر بگیرید. خب خیلی در موردش مینویسن پزشکان یا افراد مختلفی که در اون جامعه هستن، روزنامه نگاران. اما بقیه مردم بی تفاوتن نسبت به این مسائل، عادی میبینن، روزمره میبینن. روزمرگی یعنی همین. الان شما در جهان غرب اگر ببینید یک بانوی با یه پوشش خاصی بیرونه مثل مردم عادی، دیگه برای شما عجیب نیست، یه چیز عادی است. میگه خب لباس خودش رو پوشیده. اما اگر در جهان غرب یک تروری صورت بگیره، یک قتلی صورت بگیره، یک فساد گسترده باشه، پدیده میشه امر سیاسی. ناگهان میبینید بسیاری از مردم یا احزاب یا فعالان میان در خیابان. اما در کشور ما اینطوری نیست، چون رژیم سعی کرده نشان بده خشک شدن دریاچه ارومیه سیاسی نیست. اگر آب رودخانه ای هست سیاسی نیست، آلودگی سیاسی نیست، آلودگی هوای تهران سیاسی نیست، فساد سیاسی نیست. یه آقایی این کار رو کرده، مثلا اسمش خاوری است، اومده مثلا پولی دزدیده، ربطی به سیستم نداره. یه آقایی در فلانجا حکم قتل و زندان و نمیدونم شکنجه داده، ربطی به سیستم نداره. و خیلی از مردم هم باور میکنه اینکه فلانی مقصره اما سیستم خودش خوبه، منبعث از همین مسئله است. رهبران اپوزیسیون، نیروهای انقلابی باید نشان بدن نه، این کار یک نفر نیست، این کار یک سیستمه. فساد در درون دستگاه رژیم کار یک نفر زنجانی و جزایری و خاوری نیست. این بدنی نظامه که فاسد، اساس نظامه که بر روی فساده و این فساد امر سیاسی نیست. امروز تو خیابان ها نباشید پولاتون رو میبرن، تو خیابان ها نباشید تو زندان ها میکشن، تو خیابان ها نباشید دریاچه و رودخانه و همه چیزتون هم خشک میکنن، جنگلاتون هم از بین میبرن، چون شما به این پدیده ها به عنوان امر سیاسی نگاه نمیکنید. وقتی صحبت از ظرفیت ایجاد امر سیاسی میکنم، مقصودم همینه که نخبگان جامعه باید این مسئله رو به قدری بزرگ نشان بدن که راه چارش امر سیاسی باشه. یعنی اگر رژیمی نتواند اینها رو انجام بده، باید برش داشت، باید کنارش زد. در جهان غرب هم همین. حالا انقلاب نمیشه در جهان غرب، چون دموکراسی وجود داره. 4 سال بعد شما میری به حزب دیگه ای رأی. 2 سال بعد نمایندگان مجلس رو تغییر میدی، 2 سال بعدش رئیس جمهور رو تغییر میدی. افکار عمومی وجود داره که مردم رو به خیابان ها میکشونه، اعتصاب میکنن. در رژیم های دیکتاتوری اعتصاب اصلا معنی نداره، گویی همه چیز خوبه. من دیدم بعضی ها میگن در فرانسه دیدید دموکراسی چه کرد، مردم همش در خیابان اعتصاب. اون بخاطر اینکه قلب تپنده جامعه است. مردم اعتراض خودشون رو در اعتصاب نشون میده.
اما شما شنیدی در روسیه اعتصاب رخ بده؟ در جمهوری اسلامی اعتصاب رخ بده؟ مگر مغازه‌دارایی که خودشون اعتصاب میکنه؟ مگر شرکت‌های اتوبوسرانی و حمل و نقل و این چیزا که اعتصاب نمیکنن؟ در چین کمونیستی یا جای دیگه اعتصاب معنی نداره. حالا جدا از اینکه این حق اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، بعضا سندیکاها در اختیار حاکمان و نمایندگانشونه، اما به نحوی همه چیز عادی نشون داده میشه. حقوق ما رو کم کردن؟ عادی. پول ما رو ندادن؟ عادی. بیمه نداریم؟ عادی. همه چیز عادی شده، یعنی امر روزمره شده. در جهان غرب بسیاری از پدیده ها تبدیل میشن به امر سیاسی. اصلا انسان سیاسی شده یعنی همین، انسانی که میفهمه عدم دخالتش در امر سیاسی بر او تحمیل میشه. اعتراض نمی کنی؟ امروز جنسی که 100 تومنه باید فردا بخری 1000، بازم برات عادیه؟ به مرور همین قیمت ها میره بالا. دو نفر فاسدن تبدیل میشن به 200، دو نفر رو در زندان ها شکنجه میکنن تبدیل میشه به 2000. بنابراین امر سیاسی دفعتا ایجاد نمیشه، بسته و تناسب اون جامعه توسط نخبگان جامعه تبدیل میشه به امر سیاسی. حالا چرا اینا رو مقدمات رو عرض کردم؟ مثلا دادخواهی هم یک امر سیاسی میشه. یعنی ما وقتی به داستان زندگانی علی رسیدیم اشاره کردیم، وقتی قتلی صورت گرفت، به ظاهر قتل یک انسان، حالا اون انسان خلیفه بود، وقتی شما نسبت به قاتلین اون بی تفاوتی، اونها رو خودی میدونی، معتقدید که حالا اون رو میشه چشم پوشی کرد، گروهی پیرامون پیراهن خونی جمع میشه. این تعبیر پیراهن عثمان در فرهنگ ما به خصوص در میان شیعیان خیلی تعبیر جا افتاده است، بارها هم شنیدیم، شاید هم بعضی ندونن مقصود چیست. یعنی یک پیراهنی که به مثابه یک پرچم دیگه داره به کار میره، مردم دورش حلقه میزنن، مدعی خونخواهی میشه، چون میبینن این دادخواهی به جای نرسیده. حاکم زمان یعنی علی ابن ابی طالب در برابر حکم قرآن در آیه 33 اسراء به اولیاء دم مقتول بهانه میده، عدالت اجرا نمیده. بنابراین عده پیرامون این پرچم جمع شد. یعنی یک امر عادی مثل قتل افراد در همه جوامع ممکنه رخ بده، وقتی محاکمه صورت نمیگیره تبدیل میشه به امر سیاسی، و این امر سیاسی تبدیل میشه به یک مسئله که دیگه کار فرد نیست، تبدیل میشه به یک جنبش اجتماعی. یعنی اون دوستان شیعه عزیز ما که وقتی میخوان تحلیل کنن که چرا عده پیرامون معاویه جمع میشن، نمیتونن به سادگی برگردن و بگن که چون معاویه اونها رو با پول خرید، معاویه پول میداد، علی پول نمیداد، برای همین یه عده دور معاویه جمع شد. خب این ساده کردن بحثه. معاویه فریب داد، علی فریبکار نبود. معاویه سیاست مدار بود، علی سیاست باز نبود. همه اینها شعارهایی است که برای یک دستگاه ایدئولوژیک معنی داره، یعنی دستگاهی که حقیقت رو نمیخواد بفهمه. غالبا نظام های استبدادی اینطوری هست، مردم تو خیابونن، دادخواهن، جمهوری اسلامی از طریق رسانه هاش میگه بابا اینا فریب خوردن، مجاهدین گولشون زدن، صهیونیستا گولشون زدن، اروپایی ها فریبشون دادن، رسانه های غربی معاند اینا گولشون زدن. یعنی میخواد بگه این ملتی که تو خیابونن میگن آقا به ما داره ظلم میشه، حالا چه از نظر مدنی، چه از نظر جزایی و کیفری، چه از نظر اقتصادی، این داده اونهاست شنیده نمیشه. وقتی تبدیل میشه به جنبش، حالا این رژیم برمیگرده و میگه اینا اصلا اصالت نداره، بحثشون بر سر عدم اصالت، چون بحث بر سر اینا فریب خوردن، گول خوردن، عقل و شعور نداشتن، رسانه های غربی اینا رو فریب دادن.
هیچ وقت نمیگه بله ما به حرفشون گوش نکردیم. این حرکت هایی که مادران دادخواه به راه انداختن، گروه های مختلف، حالا از قدیم هم بوده تا الان هم هست، از روز اولی که این رژیم بر سر کار آمد دستگاه جنایتش داره کار میکنه. هر روز دادخواهان جدید تولید میشن. یه زمانی احزاب بودن گروه ها، چون با آمدن خمینی شروع شد تصفیه حساب، احزاب مختلف رو می آوردن، نمایندگانشون رو می کشتن، تصفیه می کردن. یه عده آمدن و گفتن بابا اینا احزابن، درگیری های درونیه، به ما که کاری نداریم، ما مردم مثلا جداییم، اینا با هم سر قدرت دهن. کمی گذشت، رژیم که مستقر شد شروع کرد تصفیه کردن بهاییان و یهودیان و گروه های مختلف مذهبی. باز گفتیم که خب ما که شیعه ایم، با ما کاری هیچ کاری نداریم. اونی که هم گفت ما که سنی ایم، اینا احتمالا وصلن به صهیونیسم و کشورهای دیگه، با ما که کاری نداریم. بعد شروع کردن تصفیه حساب ها در اون قطعه زنجیره ای که دیگر اندیشان و نویسندگان و شعرا و افراد مختلف و که به هر حال صاحب فکر بودن در اون جامعه و این رژیم احساس خطر میکرد، گفت بریم اینا رو بکشیم. باز یه دی سکوت کرد، همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه امروز دیگه کسی نیست که دادخواه نباشه. یه دی مالشون رو این رژیم مصادره کرده برده، یه دی عزیزانشون رو از دست دادن، یه دی مهاجرت کردن از کشور، اونا هم داد خواهن فرق کنیم. کسی که کشورش رو ازشون گرفتی، اونا رو در به در غربت یا جای دیگر کردی، اونا هم داد خواهن. داد خواه فقط این نیست که قتلی انجام بشه، نه، یک انسان میفهمه باید آزادی داشته باشه، باید کرامت داشته باشه و هیچ جایی بهتر از خانه خود آدم نیست. وقتی آدم تو خونه خودش اینا رو نداره، مجبور به کشورهای دیگه بره. اما فراموش نمیکنه وقتی جای دیگه هم بره به اون آب و خاک، به اون مردم تعلق خاطری داره. خودش رفته اما بستگانش که اونجا. هرچند بعضی هم میرن که دیگه اصلا مهم هم نیست واسه شون. رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی مستعد به تولید نیروهای انقلابی هم چاره هم ندارن، چون ایدولوژیشون اینه، یعنی سرکوب. جایی که سرکوب هست مخالف ایجاد میشه، جایی که خشونت وجود داره دادخواه ها به وجود میان، جایی که صدای مردم شنیده نشه دادخواه ها به وجود میان. این هم کار یه شب و دو شب نیست دوستان، یعنی فکر نکنید با یه بار ظلم یا با یک مدت کوچکی ظلم یک جنبش انقلابی را میفته، نه. این تحلیل های آبکی که بعضی ها میدن رو بذارید کنار. هیچ کس نمیتونه مردم رو برای مدت زمان زیادی فریب بده، چون مردم در اون فضا دارن لمس میکنن، اون پدیده رو دیدن. ما دیکتاتور نمیخواد بشه، براش اهمیت نداره. مادری که فرزندش کشته شده که ساکت نمیشینه. همین انجمن مادران و خواهران و پدران دادخواه، هواپیما رو میزنید دادخواهان جدید، تو زندان ها میکشید دادخواهان جدید، مردم رو مجبور میکنید، اموالشون رو مصادره میکنید، از تحصیل محرومشون میکنید، همه اینا میشن دادخواه. وقتی اینها در کنار همدیگه میشینن، میبینن یه دشمن مشترک دارن، یک مانع دادخواهی، و حالا در برابر اون رژیم قرار میگیرن، تبدیل میشه به یک جنبش انقلاب. تفاوت دادخواهی با بحثایی که در مورد مسائل دیگر انقلاب میشه، تفاوت خیلی بارزی است. شما فرض کنید وضع اقتصادی بده، مردمی معترض، اگر رژیم برنامه های اقتصادی خودش رو درست کنه، خب مردم هم کار خاصی ندارن، اون جنبش از بین میره. شما مثلا یه سیاست محیط زیستی دارید، میگید آقا آب دریاچه
ارومیه از بین رفت به خاطر این سد و به خاطر مسائلی از این دست. خب رژیم اون رو اصلاح میکنه، دوباره دریاچه احیا میشه یا رودخانه احیا میشه و شما برمیگردید به خانه. اما جنبش دادخواهی تفاوتی داره و اون اینکه قادر به بازگشت نیست. یعنی شما وقتی افراد رو کشتی، اون مادر یا خواهر یا پدر یا اون همحزبی یا همعقیده همیشه دادخواه. شما که نمیتونی جان اون نفر رو برگردونی. بنابراین بسیار دشواره که شما بتونید جنبش های دادخواهی که با جان مردم رو با هر عقیدهی، با هر گروهی، با هر نگاهی، در هر حزبی نابود کردی رو نمیتونی برگردی. این جنبش دادخواهی از گذشته وجود داشته. وقتی به داستان کاوه آهنگر و آهنگرها نگاه میکنی، همین جنبش دادخواهی است. چون حس انسان قابل کشتن نیست، مربوط به الان هم نیست. 5000 سال قبل هم بری، پدران فرزندانشون رو دوست دارن، قوم و قبیله نسبت به افراد نزدیک خودش یه عرقی داره، یه ارزش و احترامی قائله. به این سادگی نیست که شما بکشی بعد بگی خب تمام شد، دو نفر رو کشتیم. نه، اون دو نفر خانواده دارن، نزدیکان دارن، همفکران دارن، تبدیل میشن به 20 نفر. اگه اون 20 نفر رو بکشی تبدیل میشن به 200 نفر. همین دلیل رژیم هایی که آرام آرام وارد فضای ظلم به این معنا میشن، دیگه در یک چاهی میفتن که بیرون آمدن از اون خیلی دشوار. حتی قربانی کردن اون رهبران هم باعث تشفی خاطر نمیشه. مثلا شما بگید خب خامنه‌ای رو کنار گذاشتن دیگه، حالا بریم از این به بعد زندگیمون رو بکنیم. ببینید نه، باز مردم نسبت به اون ایدئولوژی یا اون عقیده نگاه نامناسبی دارن، کنار نمیان با اون. بنابراین علی ابن ابی طالب هم که امروز چشمش رو میبنده بر روی یک گروهی که دادخواهن، با یک جنبش انقلابی مواجه میشه و اون جنبش تبدیل میشه به امر سیاسی. زیرکی معاویه در همینه که سعی میکنه از همین غفلت علی به بهترین شکل استفاده کنه. فرقم نمیکنه حکومت علوی باشه یا چیز دیگری باشه، وقتی نسبت به آن مسئله مورد احترام، اون ارزش مورد احترام یک جامعه دهنکجی بکنی، چشماتون رو ببندی، با یک جنبش انقلابی مواجه میشه. خب این نوبت پیشین عرض کردیم، معاویه برای اینکه بتونه در برابر علی قتل یک انسانی در مقام خلیفه، خب میدانید در مورد عمر هم همین واقعه رخ داد، اما معاویه اینجا سعی کرد استفاده بکنه، قتل عثمان رو تبدیل کنه به یک امر سیاسی، نیاز به عقلای جامعه داشت، یعنی کسانی که در اون کانتکس، اون بستر، مردم حرفشون رو میخریدن. نمیگفتن خب این معاویه چون پسر عموش کشته شده حالا دادخواه شده. نه، معاویه اون رو پیوند میزنه به امر سیاسی، یعنی میخواد بگه علی ابن ابی طالب یک حکم شرعی رو تعدیل کرده، برای همین نمایندگانی رو میفرسته به سمت علی. در برنامه پیشین ما خواندیم فرستادن ابو مسلم خولانی یا خولانی که نامش در واقع عبدالله بن صعبه، که یکی از آدمهای معروف شام بود، که آقا شما برو به نزد علی، من که ادعای خلافت ندارم اما دادخواهم، دادخواهی منم اینه که علی به قاتلین عثمان پناه داده، قاتلینش رو به ما تحویل بده، ما با او بیعت. اما علی نمیپذیره. نقشه‌ای از اون رو خوندیم، امروز از همون جا آغاز میکنیم. دوباره همین مسئله رو که نصر بن مزاحم منقری آورده میخوانیم تا ببینیم داستان چگونه است. خب عرض کردیم ابو مسلم آمد نامه رو داد و اصل ادعای او هم این، تا
تو به تصدی کاری برخواستی، عهدهدار آن شدی که خداوند در صورتی که خود انصاف ورزی و داد دهی آن را برای دیگر کس نخواهد. پس بحث بر سر دادخواهی و انصافه. عثمان در حالی کشته شد که مسلمان و مظلوم و حرمتش واجب بود، پس قاتلان او را به ما سپار و تو امیر و فرمان روای مایی، و اگر یکی از مردم با تو مخالفت ورزد ما همه دست یاری خود را به تو دهیم. زبانمان گواه توست و تو را عذر و حجت باشد. پس میبینیم انسانی منصف آمده به نزد علی میگه قاتلین رو طبق قرآن به ما تحویل بده، بعد همه ما در کنار تو خواهیم، دیگه معاویه حجتی نداره. زد اشاره میکنه که ابو مسلم میره فردا برای جواب نامه میخواد بیاد. وقتی خبر به یاران علی یعنی همان قاتلان او میرسه، خب همه جمع میشن با تعداد بسیار زیاد که آقا ما همه قاتل عثمانیم. در واقع عملی که میخواد نشان بده که ما قصد تسلیم شدن یا تسلیم کردن این افراد به شما رو ندادیم، باید همه ما رو بگیرید. به ابو مسلم اجازه ورود دادن و خدمت امیر مؤمنان علی آمد که پاسخ نامه اش را بگیر و به وی گفت اینک گروهی را دیدم که تو را با وجود آنان فرمانی نباشد. یکی از دلایلی هم که میبینید رژیم های دیکتاتوری از اجرای عدالت تنیزنند برای اینه که اساساً معتقدن قدرت من با همین قاتلانه که شکل گرفته، یعنی اینها هستن که به من مشروعیت دادن. شما رژیم جمهوری اسلامی نگاه بکنید، به شدت از قاتلان خودش حمایت میکنه. اخیراً هم دیدید اون آقای نوری رو آزاد کردن، 3-4 سال قبل من اشاره کردم. این هم برگرفته از همان ایدئولوژی رژیمه. وقتی شما ندونید ایدئولوژی رژیم چگونه کار میکنه گرفتار خواهید شد. 3-4 سال قبل توی برنامه من عرض کردم پیامبر اسلام بهش خبر دادن که آقا ما 2-3 نفر رو فرستادیم که برن در طائف یکی دو تا از این بزرگان صغیر رو بکشن، اینا اسیر شدن. پیامبر اسلام دستور داد که بدید چوپانی از بنی عقیل که داشت گوسفندان خودش رو به اون مراتب برده بود، او رو میگن گروگان، یه پیرمردی بود از بنی عقیل که هم پیمان صغیر بود. پیامبر اسلام نامه می‌نویسه که اون دوتا یار منو آزاد بکنی، من این پیرمرد رو آزاد. حالا پیرمردی که اصلا نه در جنگ بود نه هیچ، یه چوپان بود. یعنی سیستم گروگانگیری برای آزادی جنایتکاران از صدر اسلام. پیش کردم بار شما یک رفتار جمهوری اسلامی رو به من بگید، من نمونه تاریخیش رو خدمت شما عرض می‌کنم. همین ترفند بعدها هم به اجرا شد خیلی راحت. پس اگر میخواید بدونی جمهوری اسلامی چرا میره افرادی که هیچ گناهی ندارن، طرف محقق پژوهشگر از سوئد بلند شده رفته در ایران، یا بعضا آدم های محترمی هم اصلا توریستن اومدن بگن میگیرش، چون میخواد اراذل و اوباش خودش آزاد. چند سال قبل بود یه خانومی از استرالیا آمده بود، او رو گرفته، گفتم چند تا زندانی ما داریم در تایلند، چون دولت استرالیا با اونها حالا مراوداتی داره شما فشار بیارید اون 2-3 تا آدم تروریست ما آزاد بشن، اون اراذل و اوباش که ما تو تایلند داریم اونها آزاد بشن، ما این خانوم آزاد بود. همین موضوع در مورد امریکا هم صادقه. 3-4 نفر رو اینا میگیرن که اون دورزنندگان تحریم که امریکا اونا رو محکوم کرده آزاد بشه. یعنی اگر بخواید فهم کنید اصلا برنامه پنجشنبه ما وقتی بحث میکنیم در مورد مبانی فهم سیاست گذاری های جمهوری اسلامی برای همین مسئله است.
که این رفتارها در ایدئولوژی جمهوری اسلامی از صدر اسلام سابقه داره. اونا میرن در میارن ببینن اینها، چون باید موجهش بکنن در سیاست گذاریش، باید توجیه بکنن. ویژگی ایدئولوژی یعنی همین، استفاده از همون ابزارها، روشها. وگرنه رژیمی که بر اساس ایدئولوژی بنا شده که نمیتونه خودسرانه کار بکنه، باید تو ایدئولوژیش دنبال این بگرده که این رفتار رو توجیه بکنه برای نیروهای خودش، برای معتقدان خودش. به این بحث حالا ما در روز پنجشنبه خواهیم پرداخت، این سیاست گروگانگیری رژیم که سعی میکنه و یادم گرفته البته متاسفانه ضعف جهان غرب، مماشات های بیدلیل با جمهوری اسلامی سبب شده که شما ببینید هر بار اینها برای آزادی یک تروریست، اون آقای اسدالله اسدی بود، بیاد کی بود در بلژیک، اسدالله اسدی در بلژیک مجرم شناخته شد برای بمب‌گذاری، آنقدر فشار آوردن که این آقا رو برگردوندن در این آقای نوری هم برگشته در این. وقتی شما نتونید ایدئولوژی رژیم رو بشناسی خیلی خوشحال میشید، میگید خب بله ما دیگه محکوم کش کردیم، اما ولی تضمین های لازم رو نگیرید، رژیم از پشت پرده سعی میکنه با گرفتن دو سه تا گروگان به دولت های سوئد فشار بیاره، چون اینا موظفن به مردم پاسخگو باشن که سرنوشت این آدمای ما چی شده، شما دارید کمکاری میکنید یا نه، از این طریق فشار بیاره برای اینکه دولت سوئد بره با جمهوری اسلامی مراوده و این گونه حقوق بشر قربانی میشه، عدالت قربانی میشه در پای منافع ملی بعضی از کشور. اساس اندیشه های نظام های استبدادی نیست که جنایتکاران خودشون رو محاکمه کنن یا تنهاشون بذارن، چون میدونن اگر حمید نوری رو تنها بذارن فردا قضات دیگری که میخوان حکمی بدن میترسن که نکنه جمهوری اسلامی ما رو تنها بذاره یا اون آقای اسدی که من عرض کردم مثلا در بلژیک کار تروریستی میکرد، برنامه های تروریستی میریخ، و شما فرض کنید اینو گرفتن در زندان، جمهوری اسلامی هم بگه خب این آقا رو که گرفتن بنابراین نیاز به حمایتش هم نیست، فکر میکنید میتونه روی نفر دوم سرمایه گذاری بکنه؟ قطعا خیر، چون نفر دوم میگه آقا اون آقای اسدی رو که گرفتن شما چیکار کردی؟ آزادی افرادی که برای رژیم کار میکنن در غرب این حسن رو داره که اونها بتونن یه سیگنال بفرستن که اگه شما رو بگیرن ناراحت نباشید. اولا که زندان های اینا مثل هتل، مثل سیاه‌چاله های ما نیستش، شما میرون رو تلویزیونی دارن و همیشه تفریحاتی هم دارید و همه کارم میکنید اونجا. دو سه سال که موندی ما این طرف چهار نفر رو میگیریم میایم رایزنی میکنیم شما رو آزاد میکنیم. مگه نبود در فرانسه این همه ترور انجام دادن؟ با دولت فرانسه رایزنی کرد چون به خاطر انفعال اپوزیسیون هم هست متاسفانه. چهار تا حقوقدانی نداریم که بخوان این مسائل رو تضمین کنن که این افراد به هیچ عنوان نباید در مبادلات زندانیان قرار بگیرن که اینا برن جرائم انجام شده رو به عنوان حالا مجازاتی دادن در کشور خودشون. ما اینو داریم، تبادل زندانی داریم. مثلا شما فرض کنید یه انسانی، یه آدم عادی در یه کشوری که مواد مخدر ممنوعه، حالا یه مواد مخدری داشته یا دزدی کرده، اونو میبرن در زندان مثلا در فرانسه، اما چون خانوادهش در ایرانه یا او راحت تره میان مبادله میکنن، میگن شما این دو سالی که میخوای در فرانسه زندانی باشی برو در کشور خودت همونجا زندانی باش. این عرف هست کامل، اما نه جنایتکار، نه ناقض حقوق بشر. وقتی شما ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو نمیشناسی میرید در دادگاه سوئد رأی میگیرید، کیفم میکنید، عکسم میگیرید، منتشر میکنید که ما پیروز شدیم، غافل از این که در درون ایدئولوژی
حمایت از این جانی به رسمیت شناخته شده، چون میدونه اگه از حمید نوری محافظت نکنه فردا قاضی صلواتی ها و دیگران حق نمیدن، میگن آقا ما فردا بریم جایی ما رو بگیرن، چیکار میخوایم بکنیم؟ از ما حمایت نمیکنیم؟ میگن نه حمایت میکنیم، شما خیالت راحت میشه. اگر شما رو در هر کشوری بگیرن ما دو نفر دیگر رو تو ایران میگیریم به جرم جاسوس، میگیم آقا آدم های ما رو آزاد بکنی، ما هم اینا رو میفرستیم بریم. چون در جهان غرب افکار عمومی مهمه، دولت رو تحت فشار قرار میده، بنابراین اونا تاب مقاومت ندارن، میگن افرادمون رو آزاد بکنیم. میگیم از پشت پرده میریم دادگستری رو دور میزنیم، این آقا رو تحت عنوان اینکه مجازاتش تو کشور خودش تحت لوایحی که حالا بگیم تبادل زندانیان به رسمیت شناخته شده میفرستیم، در حالی که باید قید بشه، که اینها مروج تروریسم هن، ناقضان حقوق بشر هن. اگه میشه به سادگی شما این تحویل بدیم؟ مگه جرم ساده انجام داده؟ وقتی این تمهیدات رو نمی اندیشیم طبیعه تو این دام هم میاد. ما نشان میدیم این بحث رو که چطور رژیم های ایدئولوژیک اسلامی از جانیان خودشون دفاع میکنن، تنهاشون نمیذارن. نمیدونیم که آدم های خودمون رو تنها میذاریم. فریدون فرخزاد زمانی که آمد در لس آنجلس ببین چه کار با او کرد، ناامید شد از این جمع ایرانیانی که مدعی اپوزیسیون بود، برگشت رفت در آلمان، جانیان رژیم آمدن او رو کشتن، بعد هم همینجور رایزنی کردن و همه چیز عادی تمام شد. بعد از کشته شدن اون مرد حالا ما میشینیم عزاداری میکنیم، سوگواری میکنیم، یادش گرامی. عزیز من که تا زمانی که بود شما حمایتش نکردید، نه از زبانش استفاده کردید، نه از کلامش، نه از ذهنش، نه از فکرش. دکتر شاپور بختیار آمد چقدر حمایتش کرد؟ رژیم جمهوری اسلامی برای جانیان خودش، حالا هر کی باشن، قاچاقچی موادن یا هر چیزی، شما دیدید دیگه، اون انیس نقاش و اینایی که تروریست بودن برگشتن جمهوری اسلامی، همشون تحلیلگر شدن و صاحب کارخونه شدن و کنوش. شما نتونستیم دستگاه های قضایی در کشور اروپایی رو ملزم کنیم به اون مسائل مربوط به پرونده ملتزم باشه، حالا یا دادنامه صادر میشه یا گزارشات بازپرسان، اصلا به راحتی رژیم میاد سرپوش میذاره بر روی خیلی از مسائل. این مشکل بزرگی است که باید حل بشه. خب علی ابن ابی طالب در اینجا در همین موضع قرار میگیره، مثل همین آقای سید علی خامنه‌ای که آیا قاتلین مردم ایران بود، مثلا اون آقایی که زد هواپیما رو، هواپیمای اوکراینی رو با موشک، آیا محاکمه کرد نفر اصلی اولیه رو، اون آقای حاجی زاده ها و دیگران رو؟ نه، چون ستون حکومتش بر روی همین جانیان بنا شده. او اگه حاجی زاده رو محاکمه بکنه آیا میتونه بر روی اطاعت بقیه فرماندهان سپاه حساب کنه؟ قطعاً نه، تو فردای همون روز برادر محسن میگه ببین حاجی زاده رو محاکمه کردم، ممکنه فردا سر منم بیاد. یعنی سید علی یاد میگیره که مرو بچه المصالحه بکنه این مثلا. پس خامنه‌ای خوب میدونه که این یک دومینوی عدالت، اگه من حاجی زاده رو محاکمه بکنم 100 نفر دیگه ای که هستن و مثل حاجی زاده دستشون در خون مردمه دیگه از من حمایت نمی کنن، چون می دونن من پشت یارانم رو خالی می کنم. پس عجیب نیست اگر می بینی در جمهوری اسلامی دادگاه عادلانه شکل نمی گیره، دادگاه صالحه شکل نمی گیره، چون محلی از اعراب نداره. شما کیو می خواهی محاکمه کنی؟ می خواهی دست راست خامنه‌ای رو قطع کنی؟
یعنی منتظری سید علی خامنه‌ای دادگاه بسازه بیا دست راست خودش قطع کنه دیگه، با چی با شما مبارزه بکنه؟ آدم های اخلاقی، آدم های با پرنسیب، آدم های شایسته که نمیان آدم کشی بکنن. آدم کشی مونه آدم های خاصیست. در طول 40 سال اینا شناخته شدن، اینا از فیلتر جنایت عبور کردن، شدن جز نزدیکان اون دستگاه. طرف از کشتن پسر خودش هم نمیگذره، بعد از کشتن پسر و دختر مردم ناراحت میشه. اون قاضی که اونجا نشسته میخواد حکم بده برای یک حرکت مدنی یک بانو به 20 سال حبس، اون این خانوم رو به عنوان یک فعال اجتماعی نمیبینه، اون رو عین کفر میبینه، شرک میبینه، مفسد میبینه، محارب میبینه، اهل بغی میبینه، فاسد میبینه. برای همین مینویسه 20 سال حبس. و شما منتظر که صلواتی محاکمه بشه، قاضی مرتضوی محاکمه بشه، اعدام بشه در جمهوری اسلامی؟ اصلا چون این چیزی نیست. همین هم ریشه اسلامی داره. اگه فرصت نشد امروز بخونیم، اما برنامه قبل، برنامه آینده من حتما خواهم آورد. خالد ابن ولید رب بنی جزیمه رو قتل عام کرد، به پیامبر اسلام خبر دادن که آقا میدونی چی شده، خالد این بنی جزیمه رو گفت تسلیم شید، مسلمان بودن اونا، تسلیم شدن، گردن عمر زن. پیامبر اسلام به علی دستور داد برو دیه اینها رو بده، حالا دیه رو دادن دیگه، اونو که زنده نشدن. اما به خالد هیچی، دو تا تشر بهش زد، داستان تمام شد. گفت به خالد طعنه نزنی، خالد شمشیر خداست، سیف الاسلامه. حالا مهم هم نیست یه قبیله ای آمدن و ایشون گردن چند صد نفر رو زد. اینا اینطوری به پدیده ها نگاه میکنن. و یک عده فکر میکنن در درون رژیمی مثل جمهوری اسلامی مثل دادگاه صالحه تشکیل میشه، از فردا مثلا کسانی که اهل فسادن نمیدونن فلان اینو محاکمه میشن. اصلا قرار نیست محاکمه میشن، پایی رژیم روی این جنایت کارانه. گفت چه دیدی؟ دو مسلم خولانی داریم. گفت به این گروه خبر رسیده بود که تو قصد آن داری که قاتلان عثمان را به ما سپاری. بانگ و فریاد برآوردند و سلاح پوشیدند و ادعا کردند که همگی قاتلان عثمانند. علی گفت به خدا سوگند من یک لحظه نخواهم، یک لحظه هم نخواستم. این دقیقا این حرف علی سید علی خامنه‌ای است. یعنی اگر یک فضای باز بود، همین مکاتبه ها رخ میداد، همین پاسخی که علی ابن ابی طالب داره به ابو مسلم خولانی میده، سید علی به نهادهای حقوق بشری میده. یعنی که نهادهای حقوق بشری می آمدن و می گفتن که آقا قاتلین رو که در زندان ها بودن به ما تحویل بدین، یا اصلا محاکمه کنید، دادگاه صالحه بزن. پاسخ همین نیست که الان شما دارید می بینید. حالا به جای علی بذارید سید علی. به خدا سوگند من یک لحظه هم نخواستم آنان را به تو سپارم، این کار تمام شده است. یعنی کشش ندهید. دیدید دیگه، خامنه‌ای هم از این کشش ندهید ها زیاد داره. آقا فساده، میگه آقا کشش ندهید. به 4 نفر خوردند و بردند، ما که محاکمه نمی کنیم. نهای زنجانی رو گرفتن با اون همه حالا خدمتی که به این نظام داشت در دور زدن تحریم ها و چیزهای دیگه. بعد دیدن که نه، این ظاهرا پولهای زیادی داره در جاهای دیگه و ممکنه که از دستشون در بره، این آقا رو گرفت. گفته پول رو برداری، پول رو که آورد آزادش کرد. عفو رهبری، یعنی بزرگترین مفسد اقتصادی در یک کشور
برای خوشخدمتیش و گرفتن پول و دادن به نظام آزاد میشه. اما یک بانوی مبارزی که در زندانه، هر بار براش یه پرونده درست میکنن با جرائم مختلف، هر بار هم یه مجازات یکی دو ساله به رو پروندهش میذارن که با روان او بازی بکنن. بگه تو فکر نکن آزاد میشی 3 سال دیگه. 2 سال که شد، اگر امیدی میمونه که من 1 سال دیگه آزاد میشم، دوباره یک پرونده سوری و جعلی دیگری میسازن، میگن به جرم تبلیغ علیه نظام شما هم 2 سال دیگه زندان. یعنی شما جنایتکارتر از این رژیم بعیده، چون ایدئولوژیشون هم همینه. بتونید تصور بکنید، بتونید پیدا بکنید در جایی که جانیان و قاتلان و مفسدان و ارازل و غباش مقام و منصب و عنوان و لقب میگیرن، اما انسانهای اخلاقی، شریف، آزادمنش کشته میشن، زندانی میشن. پس اگه جامعه علوی میخواید، همین جامعه هست. یعنی قاتلانی که مورد حمایت حاکمانن. میگه عدالت رو اجرا کن، میگه نه خیلی میبینی دیگه کشش نده. پس چه تفاوتی میان جامعه سید علی با جامعه علوی میکنه؟ چندان تفاوتی نمیکنه. ابزارها متفاوت شده، مکانها از کوفه رسیده به تهران، وگرنه ایدئولوژی داره همونجا کار خودش رو از پیش میبینه. خب این بحث رو در آینده ادامه خواهیم داد. از مکارم شیرازی هم برای شما میخونیم که چگونه این مرجع تقلید سعی میکنه امام خودش رو موجه کنه. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگری که بتونیم در خدمت شما باشیم، برنامه باشیم.